سلام میکنم بهتون، خیلی خیلی خوش اومدید. من دکتر نیما هستم، پزشک عمومی، و اینجا مجله سلامتی دکتر نیماست که هر هفته نتایج مطالعات و یا تجربیاتم رو به صورت یک ویدیوی آموزشی در اختیار شما قرار میدم. هرچه زودتر یک بیماری تشخیص داده بشه، درمان مؤثرتر خواهد بود. اگر بخوایم با هم صادق باشیم، به جز مرگ در اثر حوادث غیر مترقبه، نهایت همه ای انسان ها اینه که به یک بیماری دچار میشن و اون بیماری انسان رو از پا در میاره. تنها شانس ما برای اینکه سلامتیمون رو از دست ندیم و زود از بین نریم اینه که بیماری ها رو سریعتر شناسایی کنیم و اقدام مؤثر رو به موقع انجام بدیم. به همین خاطر من میخوام در این ویدیو به صورت خلاصه آزمایش ها و تست های مهم که بیماری های مهم رو بتونیم باشون تشخیص بدیم رو بهتون میخوام معرفی بکنم. شایع ترین بیماری هایی که انسان ها رو زمین گیر میکنن، بیماری هایی مثل بیماری های قلبی عروقی، بیماری های تنفسی و ریوی، زوال عقل، دیابت، بیماری کلیوی، بیماری های کبدی، بیماری های جنسی، پوکی استخوان و کشنده تر از همه اینها سرطان ها مثل سرطان پروستات، پستان، پوست و روده و دستگاه گوارشن، که من میخوام تست ها و آزمایش هایی بهتون معرفی کنم که دقیقا روی شناسایی همین بیماری ها تمرکز دارن و این تست ها در تمام جهان به همین شکل توصیه میشن. من میخوام بگم که این تست ها رو از چه سنی باید شروع بکنید، چقدر باید ادامهش بدید، هر کدوم رو هر چند سال در میون باید انجام بدید که زودتر بتونیم این بیماری ها رو شناسایی کنیم، از پیشرفتشون جلوگیری کنیم و در بهترین حالت درمانشون کنیم. تمام این اطلاعات رو من از منابع معتبر جمع‌آوری کردم، مثل WHO، مثل سازمان پیشگیری از بیماری های آمریکا و مطالب دانشگاه معتبر UCLA. و کاری که کردم اینه که اینو بر اساس سن طبقه بندی و مرتب کردم تا راحت بتونید با توجه به سنتون آزمایش ها و تست های لازم رو پیدا کنید، انجامشون بدید و در طول عمرتون ادامهش بدید. به یک نکته توجه کنید، همیشه با پزشک مورد اعتماد خودتون مشورت کنید، چون با توجه به وضعیت سلامتی شما ممکنه به تست ها و آزمایشات بیشتر یا حتی کمتری احتیاج داشته باشید. از دهه 20 و 30 زندگی شروع میکنیم، قبل از اون آزمایشات خاصی لازم نیست، اما بعد از شروع 20 سالگی بهتره که ماهیانه یک تستی رو انجام بدید. آقایون و خانوم ها باید ماهیانه یک بار پوستشون رو از لحاظ وجود زائعات غیر طبیعی بررسی بکنن، از لحاظ اینکه آیا چیزی وجود داره که قبلا وجود نداشته و ظاهر عجیب و غریبی داره یا نه. به غیر از اون، خانم ها باید ماهانه یک بار پستان هاشون رو از لحاظ وجود توده یا مشکلات اینچنینی بررسی کنن، و آقایون هم باید بیضه هاشون رو از لحاظ وجود توده یا جسم غیر طبیعی بررسی بکنن. اگر نمیدونید چطور خودتون پستان یا بیضه خودتون رو معاینه کنید، توی اینترنت مطالب زیادی راجع به این وجود داره که توی این ویدیو جای گفتنش نیست. یک سری از تست ها باید سال یک بار انجام بشن و تکرار بشن. این تست ها شامل اندازه‌گیری قد، وزن، فشار خون و آزمایش خون چکاپ سالیان است. در این آزمایش خون باید عواملی مثل تعداد کل گلبول ها، آنزیم های کبدی، کلیوی، تیروئید، چربی ها و قند خون اندازه گیری بشه. به علاوه اینها، اگر از لحاظ جنسی فعال هستید و فعالیت های جنسی دارید، باید سالانه یک بار از لحاظ بیماری های منتقله از راه جنسی هم آزمایش بدید و معاینه بشید. ممکنه بپرسید که من که از لحاظ جنسی هیچ مشکلی ندارم، آیا لازمه که آزمایش بیماری های جنسی بدم؟ چون همه چی به نظر سالم میاد. توصیه میشه که هر کسی سالانه یک بار این تست رو انجام بده، به خاطر اینکه این بیماری ها اسم خاصی روشون گذاشته شده، بیماری های منتقله از راه جنسی. یعنی ممکنه فرد این بیماری رو داشته باشه اما در بدن اون فرد هیچ
علائم خاصی وجود نداشته باشه، اما این فرد میتونه این بیماری رو به افراد دیگه‌ای منتقل کنه. اینها آزمایش‌های سالانه بودن. یک سری آزمایش‌ها وجود داره که هر 3 تا 5 سال باید تکرار بشن. یکیش معاینه چشمه و دوتای دیگهش مخصوص خانوم هاست. یکی آزمایش از لحاظ HPV یا ویروس زگیل تناسلی و دومی پاپ اسمیر. تست پاپ اسمیر برای شناسایی سریعتر سرطان های دستگاه تناسلی خانوم هاست و توصیه میشه برای خانوم های 21 تا 29 سال این آزمایش هر 3 سال تکرار بشه و برای بالاتر از اون سن هر 5 سال. بعد از این ما از دهه 20 و 30 زندگی خارج میشیم و وارد دهه 40 زندگی میشیم. دقت کنید که آزمایش هایی که از این به بعد میخوام بگم به علاوه آزمایش هایی میشه که تا الان گفتیم و آزمایش هایی که گفتیم باید طبق روالی که معرفی کردم ادامه پیدا کنه. وقتی وارد 40 سالگی میشیم لازمه که سالانه یک بار توسط پزشک پوست کل بدن معاینه بشه تا وجود زایعات غیر طبیعی رد بشه. علاوه بر اون سالانه یک بار آزمایش مدفوع باید بدیم، نه از لحاظ انگلی بلکه از لحاظ وجود خون مخفی در مدفوع. اگر خون مخفی در مدفوع وجود داشته باشه میتونه یک نشانه برای وقوع سرطان در آینده باشه. علاوه بر این لازمه که خانوم ها سالی یک بار به ماموگرافی مراجعه کنن تا وضعیت پستان هاشون کاملا سنجیده بشه. علاوه بر این تست هایی که سالانه باید انجام بشن، یک تست هست که هر 10 سال در میون باید انجام بشه و این تست برای غربالگری سرطان کلون انجام میشه. این تست یه چیزی فراتر از اون تست آزمایش خون مخفی در مدفوعه و نیازمند دستگاه‌ها و آزمایشات پیچیده تری مثل کولونوسکوپی و آزمایشات دیگه‌ای داره که پزشک متخصص برای شما این رو انجام خواهد داد. راستی اگر این ویدیو تا اینجا براتون مفید بوده با لایک کردن از این ویدیو حمایت کنید و نظرات و تجربیاتتون رو حتما توی بخش کامنت با من و بقیه به اشتراک بذارید که هممون بتونیم از تجربیات شما و نظراتتون استفاده کنیم. مرسی. بعد از دهه 40 ما وارد دهه 50 زندگیمون میشیم. از این به بعد آقایون باید در آزمایش خون سالانه ای که میدادن یک آیتم دیگر رو از پزشکشون درخواست کنن که بهش اضافه کنه اگر حواسش نمیده و اون سنجش آنتیژن پروستاته. علاوه بر این اگر کسی هستید که زیاد سیگار میکشید و در دراز مدت سیگار مصرف کردید، با مشورت پزشک لازم هست که سالانه یک بار سی تی اسکن ریه انجام بدید تا از لحاظ وجود زایعه و توده ریه‌تون بررسی بشه. اما خانوم ها در این سن لازمه که هر 5 سال در میون یک آزمایش سنجش تراکم استخوان بدن تا وضعیت پوکی استخوانشون تحت کنترل باشه. برای آقایون معمولا این آزمایش لازم نیست چون هورمون تستوسترون همیشه توی بدنشون هست و از پوکی استخوان تا حد زیادی جلوگیری میکنه، مگر اینکه با توجه به وضعیت سلامتیتون پزشک این تست رو براتون درخواست بکنه. بعد از اینکه دهه 50 زندگیتون رو به سلامت طی کردید و وارد دهه 60 شدید، کلی آزمایش دارید که سالانه باید انجام بدید. در دهه 60 یک آزمایشی که اضافه میشه تست زوال عقله که بهتره این تست رو هم مد نظر قرار بدید و حواستون بهش باشه، چون راهکارهای خوبی برای پیشگیری از زوال عقل، کند کردن سرعت پیشرفتش و حتی برعکس کردن این پروسه وجود داره که من قبلا 3 تا ویدیو در این باره ساختم. لینک هر 3 تاشون رو هم توی دسکریپشن میذارم. بعد از این ویدیو اگر دوست داشتید میتونید نگاه کنید. برای خیلیاتون این دغدغه وجود داره که این همه آزمایش در طول سالها باید انجام بدیم و این انجام دادنش سخت و هزینه بره. کاملا درسته. چیزهایی که من در این ویدیو گفتم، زمان بندی هایی که گفتم، یک وضعیت ایدئاله و
ما فقط کافیه تلاش کنیم به وضعیت ایدئال نزدیک بشیم. ممکنه بهش نرسیم، خیلی وقت این اتفاق میفته، اما هرچه بهش نزدیکتر باشیم، سلامت خودمون رو بیشتر تحت کنترل و پایش داشته باشیم، مطمئناً یهو غافلگیر نمیشیم و وقتی که کار از کار گذشته به سراغ درمان بیماری هامون نمیریم، که این بزرگترین موفقیت میتونه برای یک انسان باشه که میخواد زندگی سالم خودش رو ادامه بده. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم بهتون کمک کرده باشه. خدا نگهدار.